نام ایران زمین. از اینکه بخواییم از سخنران ارجمند سخنوری رو آغاز بکنن، من میخوام یک قسمتی از سخنرانی شاهنشاه آریامهر فقید رو که در روز 21 آذر داشتن برای دوستان پخش بکنم. با این سخنرانی سخنرانی ها رو آغاز خواهیم کرد. دوستان و پشتیبانی ملت عزیز ایران عموماً و مردم فداکار آذربایجان خصوصاً، توانستم خطه مقدس آذربایجان را از کام تجزیه طلبان برهانم و تمامیت ارضی میهن خود را محفوظ و محروس بدارم. خب جناب صوفیامهر، درود دوباره و سپاس دوباره از اینکه دعوت حزب رستاخیز ایرانگرایان و جنبش رنسانس ایرانی رو پذیرفتید و تشریف آوردید. من گویانه رو پیشگاه شما بگذارم. درود بر شما و درود بر حضار گرامی، از اینکه با شما هستم و در این باره در مورد یک موضوع ملی که بسیار سرنوشت ساز بوده در تاریخ ما خوشحالم که با شما گفتگو میکنم و خواستم تبریک بگم روز نجات آذربایجان و از چنگال استالین و عمال خودش در ایران. من میخواستم در مورد مسئله آذربایجان و یا نجات آذربایجان، خاطر اینکه اهمیتش رو خدمتتون توضیح بدم، یک مقدار اون کانتکست یا بستر جهانی اون زمان رو توضیح بدم و وضعیت ایران در اون زمان. خب میدونم بسیار از دوستان مطالعه کردن در این زمینه، میدونم، ولی خب بر روی ما اگه بخوایم تمام زوایای پیدا و پنهان این قائله رو درک بکنیم، خیلی خوبه که ما بدونیم که وضعیت ایران از زاویه روابط بین الملل در چه وضعیتی بوده. خب میدونیم که 1320 رضا شاه بزرگ به تبعید میره و بعد از اون تقریبا ارتش ایران متاسفانه از هم میپاشه. رضا شاه تونسته بود با خون دل 8000 مرد جنگی رو گرده هم بیاره و یک ارتش منظم مدرن ایجاد کنه، ولی متاسفانه با اشغال انگلستان از جنوب و اشغال شوروی از شمال، با اینکه بخشای از ارتش مقاومت دلیرانه و جانانه ای کردن، ولی متاسفانه اون ارتش از هم پاشید، ارتش نوپا. و در این شرایط بود که به هر روی کشور به اشغال متفقین در میاد و البته متفقین وقتی که ایران رو اشغال میکنن این قول رو میدن و این به توافق میرسن که بعد از جنگ نهایتاً ظرف 6 ماه نیروهای خودشون رو از کشور ایران خارج بکنن. خب میدونیم که استالین این کار رو نکرد و در ایران موند و خیال خامی داشت که بتونه آذربایجان رو جدا بکنه. تنها آذربایجان هم نبود، بر روی مهاباد هم بود و به نظر من این یک نوع برنامه بلند مدتی بود که اگر موفق می شد استالین آذربایجان از ایران
جدا بکنه. ما شاهد جدایی بخش های دیگری از ایران هم می بودیم، مثلا گیلان، ترکمنستان و چه بسا بخش های دیگر ایران یا شاید خوزستان، ولی خوشبختانه این توطئه در نطفه خفه شد زمانی که ایران نه اقتصاد روی پایی داره، اصلا اقتصادی داره ارتش از هم پاشیده است، کشور به اشغال در اومده و پادشاهی که بر سر کار اومده 21 سال 22 سال سن داره و استقلال ایران و تمامیت ارضی ایران به خطر افتاده. در این شرایط بیرون کشیدن آذربایجان، کام استالین که بر روی سرمست پیروزی در جنگ جهانی دوم بود، بر روی با میلیون ها کشته شوروی تونست با کمک البته نظامی غرب تونست در شکست آلمان نازی مشارکت داشته باشه و روز سرمست از این پیروزی بود و یک روحی دوچندانی هم پیدا کرده بود، از اون بعد میخواست بخش های زیادی از اروپای شرقی رو زیر نفوذ شوروی در بیاره که موفق شد. بخشی از این سیاست این بود که بخش های از ایران رو به اسم ملیت سازی و تشکیل جمهوری های نوپا از ایران جدا بکنه تا راحت تر بتونه اون سیاست های بستایست امپریالیستی خودش رو در پیش ببره. در حقیقت ایدئولوژی مارکسیسم، ایدئولوژی بلشویسم اصولا چیزی نبود جز یک پوششی بود برای پیشبرد سیاست های امپریالیستی شوروی. و شما میدونید که پیشوری بر روی کارگزار روسیه میشه، شوروی اون زمان میشه برای جدا کردن بخش هایی از کشور ما ایران. من فکر میکنم نجات آذربایجان رو شاید بشه چهار عنصر اساسی رو براش برشمرد که چگونه کامیاب بود نجات آذربایجان. یکی خب به هر روی نقش شاه بود و رهبری اون بود، چرا که در اون شرایط به اصطلاح از هم گسیخته یگانه یا یکی از یگانه و یا قدرتمندترین نهادهایی که به هر روی ایرانیان بهش چنگ مینداختن همیشه در طول تاریخ خودشون، وقتی که با بحران مواجه میشدن همین نهاد پادشاهی بود و ولیعهدی که تازه بر سر کار اومده بود محبوبیت زیادی داشت و به هر روی با ماشینش بر سر دوش ایرانیان گذاشته شده بود و از اون استقبال شده بود. نقش شاه جوان برای بسیج نیروها و رهبری برای این که بتونن آذربایجان رو نجات بدن نقش اساسی داشت. خود پادشاه سال 24 اگه اشتباه نکنم 5 آذر 24 خودش به خط مقدم جبهه میره، در زنجان میره و وقتی که به اصطلاح خبرش میپیچه در اون مناطق، هم ارتش ایران روحی جدی پیدا میکنه و همین که اون مردم اون نواحی به اصطلاح شور و شوقی رو نشون میدن برای اینکه میدونن پادشاه در به اصطلاح در خط مقدم جبهه است و این خیلی تاثیرگذار بود روی روحیه هم مردم هم ارتش اون زمان. بدون شک نقش ارتش بسیار اساسی بود، نقش افرادی و نظامیانی مثل فضل الله زاهدی، رزمارا، سرهنگ هاشمی که خواهرزاده سردار ملی باقرخان بود، در به اصطلاح بسیج ارتش، تحریزی و اصولا کامیابی این طرح عملیاتی و همچنین نقش به اصطلاح دستگاه دیپلماسی اون زمان به رهبری قوام و همچنین حسین علا یک به نظر من سخنرانی درخشانی در سازمان ملل اون زمان داره که بسیار بسیار به نظر من کارآمد بود. اونجا کشور مصر خیلی جانانه از موقعیت ایران دفاع میکنه که اون موقع بر روی رابطه ایران با مصر بسیار رابطه خوبی بود و این نقش خیلی اساسی هم داشت و دستگاه دیپلماسی ایران خیلی نقش اساسی داشت تا به اصطلاح قدرت غرب و یا اون غرب لیبرال دموکراسی و مثل آمریکا و انگلستان و اون زمان رو به اصطلاح
از این ظرفیت استفاده بکنه و بسیار در راستای منافع ملی ایران خرج بکنه، و همچنین نقش مردم و نقش مردم، نقش عشایر، یکی از رهبران عشایر که نقش اساسی داشت برای بسیج نیروهای مردمی امیر ارسلان بک بود. به هر روی این چهار تا عنصر اساسی دست به دست هم دادن که ما شاهد از میان رفتن تمامیت ارضی ایران و استقلال ایران نباشیم. همونجور که خدمتتون گفتم، این تازه آغاز راه بود و اگر میتونست استالین برنامه و طرح شوم خودش رو اجرا بکنه به اونجا ختم نمیشد و مطمئنا تالیهای فاسد دیگری هم داشت. حالا من گریزی بزنم به وضعیت امروز، خب این یه سخن به اصطلاح رایجی هست که جمهوری اسلامی اصولا با دولت ملت ایران مشکل داره. این سخن درسته و متاسفانه در زیر پوشش امتگرایی الان میبینیم که در کشور ما در درون نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی این نیروهای تجزیه طلب و به ویژه پانترک با حمایت دستگاه های اطلاعاتی باکو و ترکیه متاسفانه چنگ انداختن در بخش هایی از نظام اداری ایران، و این یک خطره، یک زنگ خطره که به صدا در اومده و ما باید چشمون رو باز بکنیم و آگاه باشیم و بدونیم که بر روی حتی اگه جمهوری اسلامی سقوط بکنه، عناصری هستن که در درون نظام سیاسی ایران نفوذ کردن، نظام اداری ایران نفوذ کردن، و اینا میتونن در زمانی که موقعیت هموار باشه برایشون سعی بکنن نقشه های شومشون رو اجرا بکنن. چیزی که با روی کار آمدن رضا شاه بزرگ اتفاق میفته اینه که یک بازسازی صورت میگیره، یک نوسازی صورت میگیره در سامان دولت ملت ایران و اصولا اون شرایط قبیله ای و ملوک الطوایفی تغییر میکنه و یک نوع نظام شهروندی در واقعیت در روی زمین به وجود میاد، نه مثل زمان مشروطه که در سطح به اصطلاح یا حقوق بود یا در سطح به اصطلاح قانونگذاری بود. اما اتفاقی که با آمدن رضا شاه میفته اینه که نظام شهروندی تبدیل به یک واقعیت سیاسی میشه، و اون چیزی که ما امروزه قومگرایی میدونیم، تجزیه طلبی میدونیم، آرزویی به بازگشت به زمان پیشا رضا شاهیه. به یک معنا این کینه و نفرتی که تجزیه طلبان از رضا شاه دارن به خاطر همینه، چون که رضا شاه دقیقا همون قلب به تپنده تجزیه طلبی و اون سیستم ملوک الطوایفی رو نشانه رفت با به اصطلاح نهادهای جدیدی که وارد ایران کرد، بر روی اون نظام رو بسیار بسیار تضعیف کرد. منتها خطری که الان قومی گرایی داره اینه که با برخی از سیاست‌های هویت پست مدرن هم به اصطلاح تلفیق شده و یک جلوه نو و یک جلوه شیکی و امروزینی پیدا کرده، وگرنه در ذات خودش، در قلب خودش، در بطن خودش چیزی نیست جز همون قبیله گرایی پیشا مدرن، که خطرناکش هم همینه. وقتی که این اگر که این قبیله گرایی ذهنیتش بر سامان سیاست در ایران بتونه چیره بشه، ما واقعا به همون عصر بربریت و پیشا مدرن باز خواهیم گشت و ما باید نسبت به این مسئله بسیار هوشیارتر باشیم. باید در این زمینه گفتمان‌های قدرتمندتری رو به میدون بیاریم و فعالانه تر به اصطلاح اینها رو نقد بکنیم، بی‌اعتبار بکنیم، اون چهره واقعیشون رو نشون بدیم که چیزی نیست جز همون قبیله گرایی و اصولا نوعی اون چیزی که در انگلیسی بهش میگن ترایبالیزم، یعنی یک نوع تفکیک ما علیه شما بر پایه تفکر قومیتی و قبیله ای، که چیزی از دولت ملت ایران باقی نخواهد گذاشت اگه بتونه چیره بشه. ولی خب من مطمئنم با این آگاهی روزافزون ملی که ما شاهدش هستیم، اینها قادر نخواهم بود که
به مسائل خودشون برسن. بخوام در این راستا دو تا نکته رو بگم و سخنان خودم رو پایان بدم، اینه که ببینید هر کشوری بنا به طبیعت جغرافیایی که داره، بنا به موقعیت ژئوپلیتیکی که داره، یک عمق استراتژیک رو داره و اون عمق استراتژیک رو بر اساس تهدیدات خارجی که متوجه اون دولت ملت تعریف میکنه. حالا جمهوری اسلامی همه این مفاهیم رو متاسفانه به خاک ابتذال کشونده، از جمله همین مسئله عمق استراتژیک که اصلاحات هم یکیشه. من نگرانم که بعد از جمهوری اسلامی ما نتونیم اصلا از اصلاحات و عمق استراتژیک صحبت کنیم، چرا که جمهوری اسلامی اصولا این مفاهیم رو به ابتذال کشونده. ولی به هر روی ایران به عنوان کشور یک عمق استراتژیک داره و تهدیدی که ما رو، یعنی ما به عنوان کشور ایران رو تهدید میکنه متوجهش هستیم. یکی مسائل اسلامگراییه، یعنی جاهایی که کانونهای اسلامگرایی هست و اونجا فعال هستن، اونجا هست که عمق استراتژیک ایران به عنوان کشور، نه جمهوری اسلامی، تهدید میشه. و دیگه جاهایی هست که به اصطلاح کانونهای فعالیت پانقومها هست، اونجا هم خطری برای عمق استراتژیک ایران. برای ما باید در هوشیار باشیم در ایران آینده. دستگاه دیپلماسی ایران اگر بخواد عمق استراتژیکی برای خودش تعریف کنه بر اساس تهدیداتی که متوجه ما هست، باید یک مسئله پانقومی و دیگه مسئله اسلامگرایی رو در صدر برنامه گذاری خودش قرار بده. بار دیگه من تبریک میگم این روز بزرگ رو و امیدوارم که ما شاهد دوباره احیای دولت ملت ایران باشیم پس از فروپاشی جمهوری اسلامی. سپاس از شما جناب صوفیا مهر، سود بردیم، سپاسگزارم.